insert, parts و part. قسمت کاتگوری، چون ما در واقع داخل ویژوال استودیو دپلوی رو انجام دادیم، گروه کاستم اینجا اضافه میشه. اسم و پارت ما بود، اسم پروژه ما مای اپ 1 بود، داخل مای اپ و پارت ما و مای و پارت 1 اینجا. لیتموگیو شما چندین وب پارت داشتون داخل یک پروژه یا چندین پروژه داشتون، بعد درست انتخاب کنید. وب پارتمون رو داریم. در قسمت پایین اینجا میتونیم انتخاب کنیم تو چه وب پارتون، تو چه قسمتی در واقع اینجا. هر وب پارتون اینجا یک آیدی داره، میتونیم بگیم کدوم قسمت باشه، یا میتونیم پیج جداگانه ایجاد کنیم و وب پارتون های مختلف قرار بده و وب پارتتون محل مورد نظر قرار بدیم. اوکی، وب پارت ما اضافه شد. خب این وب پارت الان موجود هست. قدم بعدی ذخیره پیج. نکته ای که هست، ما وب پارت رو اینجا اضافه کردیم، دستورمون هم کار میکنه. اگر من بیام وب پارت رو تغییر بدم، تا هنگامی که دپلوی مجددن انجام نشه هیچ آپدیتی روی وب پارت های موجود داخل سایت قرار نمیگیره. خب پس الان آشنا شدیم که به چه شکل یک وب پارت رو ایجاد میکنیم و داخل یک سایت دپلوی میکنیم. اولین بحثی که داخل دیولوپ آبجکت سرور مدل ها مورد نظر هست، کلاس های مربوط به سایت ها، سایت کلکشن ها و آیتم های موجود داخل وبسایت های شیرپوینت هست. اولین کلاسی که ما مواقع مورد نظرمون هست، کلاسی هست داخل این نمیز هم هستم، کلاسی هست به نام SP سایت. گفتیم همه کلاس ها با SP شروع میشن. کلاس SP سایت کلاسی هست که ما از طریق اون به سایت کالکشن مورد نظر دسترسی پیدا میکنیم. بعد از اینکه به سایت کالکشن دسترسی پیدا کردیم، میتونیم به سایت ها و یا تاپ لول سایت خود سایت کالکشن دسترسی داشته باشیم. خب به چه شکل تعریف میکنیم؟ یک نمونه از کلاس SP سایت، مای سایت کالکشن برابر با نیو اس پی سایت. هنگام تعریف اس پی سایت ما باید یا آدرس اس پی سایت در واقع اون سایت کالکشن رو اینجا قرار بدیم، یا جی یو آی دی شو، یا در واقع اینجا 6 حالت داره، 6 تا اوورلود داره. چیزی که خیلی برای ما استفاده داره یو آر ال سایت کالکشن هست. یو آر ال سایت کالکشن ما اینجا مشخصه، یو آر ال سایت همین آدرس سایت کالکشنی است که اینجا باز هست. خب از این به بعد توی بحث دیولوپ ما برای مدیریت بهتر دستورات و حافظه از بلاک های یوزینگ استفاده میکنیم. یوزینگ این تعریف رو داخل بلاک همون میذاریم. Using SP site. خب حالا داخل بلاک سایت کالکشن تعریف شده، آدرس شما در دسترسی داریم. اگر داخل سایت کالکشنمون سایت های زیر مجموعه داشتیم یا بخوایم ایجاد کنیم ساب سایت های مختلف بخوایم ایجاد کنیم، اون سایت هدفی که ایجاد کردیم و میخوایم باهاش کار بکنیم، اینجا باید آدرسش رو وارد کنیم. تو قسمت شناسایی سایت، سایت کالکشنمون ثابت میمونه. ما یه سایت کالکشن داریم، تو قسمت بعد اگر بخوایم با یه سایت زیر مجموعه یا ساب سایت کار بکنیم، تو قسمت بعد با استفاده از کلاس SPW باید آدرس اون ساب سایت، اون سایت هدف رو قرار بدیم، نه سایت کالکشن. نکته که اینجا هست، مواقعی هست مثل حال که توی این پروژه هستیم،
سایت کالکشن، اما با تاپ لول سایت خود سایت کالکشن کار داریم، نه سایت زیر مجموعه سایت کالکشن. به هر شکل برای کار با وبسایت های داخل سایت کالکشن از کلاسی به نام اس پی وب استفاده میکنیم. اس پی وب کلاسی است که اطلاعات مربوط به شیرپوینت وبسایت ها رو به ما ارائه میده. اس پی وب وبسایت برابر با، برای اینکه تاپ لول سایت خود سایت کالکشن رو دسترسی داشته باشیم، میگیم سایت کالکشن دات. متدی وجود داره به نام اوپن وب. جنس این متد اگر روی تول تیپش بخونیم اس پی وب، پس به راحتی میتونیم به این کلاس ارائه کنیم. بهتره که از این بعد یاد عادت کنیم این تعاریف سایت وب و اینجور تعاریف ها که زیاد باش کار داریم توی محدوده خاصی رو از بلاک های یوزینگ برای مدیریت بهتره کتا و حافظه استفاده کنیم. اس پی سایت سایت کالکشن، اس پی وب وب سایت. در داخل وب پارت یک لیبل اینجا وجود داره، لیبل به نام لیبل یک. من میتونم یه سری اطلاعات وبسایت و سایت کالکشن رو بر روی این لیبل نمایش بدم. برای مثال لیبل یک دات تکست میگیم وبسایتمون دات تایتل. جنس تایتل، این تول تیپ ها توی برنامه نویسی خیلی برای ما مهمه. جنس پراپرتی، جنس متد، آیا رید اونلی هم، آیا رید و رایت هستن. خب منوی بیلد دپلوی، خب دپلوی انجام شد. اگر داخل سایت بیایم، پیجمون داخل هوم پیج بودیم، صفحه در حال نمایش لود هستش. قبل از اینکه این صفحه کامل بالا بیاد، خب صفحه بالا اومد کامل، بتون سایت اپ یک، تایتل سایت ما سایت اپ، سایتی که داخلش هستیم. ما گفتیم وبسایت تایتل، نه سایت کالکشن، نه وب اپلیکیشن. دقت باید بکنیم که چه چیزی رو انتخاب میکنه و با چه چیزی داریم کار میکنه. اما الان ما با کلاس اس پی سایت و به اس پی وب آشنا شدیم. کلاس بعدی که فوق العاده کاربردش برای ما زیاد هست، کلاس اس پی لیست هست. ما میدونیم داخل یک شیرپوینت سایت ما لیست ها داریم، لایبراری ها داریم. لیست ها انواع مختلف دارن، کاستوم لیست، کانتکت لیست. لایبراری های مختلف داریم، داکیومنت لایبراری، پیکچر لایبراری. برای کار با لیست ها و لایبراری ها به صورت پیش‌فرض کلاسی وجود داره به نام اس پی لیست. داخل یک سایت بسته به نوع تمپلیتی که برای ایجاد سایت انتخاب کردیم، مثل تیم سایت، مثل بیزینس اینتلیجنس، یک سری لیست ها و لایبراری ها به صورت پیش‌فرض برای ما ایجاد میشه و ما میتونیم لیست ها و لایبراری های مورد نظر خودمون رو هم داخل یک سایت ایجاد کنیم. قبل از اینکه بخوام بیایم یک لیست و یک لایبراری یا چیزهای دیگر رو خودمون ایجاد کنیم، تو اولین تمرین از این کلاس، کلاس اس پی لیست، من میام یک لیست باکس یا یک دراپ داون لیست، یک کنترل لیست باکس از جعبه تول باکس اضافه میکنم. میخوام لیست تمامی لیست ها و لایبراری های داخل این وبسایت و داخل این لیست باکس ارائه بدیم. خب این به چه شکل هستش؟ خب باید دقت داشته باشیم اینجا رو. کلاس اس پی وب
پراپرتی داره به نام لیست. جنس پراپرتی لیست اسپی لیست هست. اگه تول تیپ رو بخونی نوشته اسپی لیست کالکشن. وقتی میگه اسپی لیست کالکشن یعنی یک مجموعه از کلاس های اسپی لیست، یک کالکشنی از اسپی لیست و جنسش هست اسپی لیست. متو کالکشنه. خب برای اینکه به تمام آیتم های این کالکشن که جنسشون آیتم های داخل اسپلیس ها دسترسی داشته باشیم، از حلقه ها و به خصوص از حلقه فوریچ میتونیم استفاده کنیم. بگیم به ازای فوریچ اسپلیس هایی که داخل وبسایت لیست هست، لیست باکس یک آیتمز اد. خب اسم لیست رو یا تایتل لیست رو میتونیم اینجا قرار بدیم. تمام لیست های و لیست ها و لایبراری ها، این کلاس لیست شامل لایبراری ها هم میشه، چون به صورت ساده اگر بخوایم تعریف کنیم لایبراری یک نسخه تکامل یافته لیسته و بیس اصلی این دو نوع منبع اطلاعاتی یکسان از لیست شروع میشن، از لیست مشتق شدن. خب البته در ادامه کلاس داریم برام اسپی لایبراری، ولی اسپی لیست شامل لیست ها و لایبراری ها هستش. خب رپارتی که داخل هوم پیج ساختیم رو یک بار دیگه تست میکنیم. این لیست باکسمون هست، باتون کلیک میکنیم. نقطه که اینجا هست ما باید یک سری اینها، این تمام اسم لیست ها و لایبراری هایی که به صورت پیشورز داخل این تیم سایت ما وجود داره. خب نقطه که اینجا هست ما باید با یک سری اصول برنامه نویسی مثل بحث کالکشن ها، به خصوص بحث جنریک ها، حلقه ها، کار با کلاس ها، پارتیال کلاس ها و اینجور مباحث باید کامل آشنا و مسلط باشیم. خب اما طبیعتا هر لیست یا لایبراری هم که خودمون اضافه کنیم به همین شکل در دسترس ما خواهد بود. در قسمت بعدی میریم سراغ آیتم های تشکیل دهنده لیست ها و لایبراری ها. برای مثال من یک مثال ساده حل میکنم. میایم یک لیست در نوع کانتاکت لیست ایجاد میکنیم، یا کاستوم لیست، فرقی نمیکنه جنس این اطلاعات. یک کانتاکت لیست داریم به نام کانتاکت. میخوام اطلاعات، اسامی افراد داخل اون لیست رو داخل یک لیست باکس بر روی وب پارت هم نمایش بدم. لیست و لایبرری از کلاس پایه تشکیل شدن آیتماش به نام اسپی لیست آیتم، مثل یک دیوار که از آجر تشکیل شده، کلاس اسپی لیست هم از آیتم های به نام اسپی لیست آیتم تشکیل شده. یعنی یک کانتاکت لیست داریم یا هر نوع لیستی میخوایم اطلاعات بزنیم، علی، رضا، امیر، آیتم هایی که هر رکورد های اطلاعاتی ما هر کدوم در واقع از دیدگاه دیولوب یک اسپی لیست آیتم هست. خب من یک کانتاکت لیستی ایجاد کردم به نام مای کانتاکت. خب یه تمپلیتیه دیگه، ستون های مشخصی هم داره، دو تا رکورد هم اضافه میکنم. نیو آیتم، لاست نیم برای مثال، اینا مثلا اسم خودم یا ایمیل. اما بقیه فیلا که اجباری نیست. سیو. یه رکورد داریم، چندین رکورد داریم. توی این مثال من میخوام داخل این لیست باکس اطلاعات مای کانتاکتس رو برای لیست باکس نمایش بدم.
پس این کد رو برمی‌داریم. می‌خوام ماهیت سوالو عوض کردیم. می‌خوام یه لیستی داریم برای مای کانتاکت. ردیف‌های داخلش وجود دارن. ما می‌خوام رکورد‌های اطلاعاتی لیستمون رو یا همون اسپلیس آیتم هامون رو استخراج کنیم و بر روی لیست باکس نمایش بدیم. یه نمونه دیگه هم وارد میکنم. بهش خب میام اینجا داخل به پانت سایت کالکشن سایت مشخصه. قدم اول باید شناسایی کنیم با چه لیستی سر کار داریم. کلاس پایه لیستمون از اسپلیست بود. گیم اسپلیست یه اسم دلخواه مای لیست برابر با سایتمون وبسایتمون نه سایت کالکشن. دقت کنید از چی استفاده میکنم. سایت دات لیست اسم لیست آیدی لیست یو آیدی لیست اینا یک کدومو بزنید وارد میشه. اسم لیست ما هست مای کانتاکتس. خب اینجا میگیم مای کانتاکتس. لیست رو شناسایی کردیم. قسمت بعد ردیف آیتم ها. هر کدوم از این ردیف ها یک اسپلیست آیتم هستن از دیدگاه دیولوپ و ساختار کلاس بندی. به ازای تمام آیتم های داخل این لیست بخواییم اونها رو استخراج کنیم و برای لیست باکس نمایش بدیم. از حلقه فور ایچ استفاده میکنیم. فور ایچ اسپلیست آیتم. اینجا دقت کنید قبل اینکه اینو بگم، هر لیستی پراپرتی داره به نام آیتمز. جنس آیتمز اسپلیست آیتم کالکشن هست، یعنی مجموعه از اسپلیست آیتم ها. ما با یک کالکشن سر کار داریم. برای اینکه این کالکشن رو بتونیم تمام آیتم هاش رو برای لیست باکس نمایش بدیم از حلقه فوریچ استفاده میکنیم. به ازای هر اسپلیست آیتمی که داخل لیستمون آیتم هاش وجود داره لیست باکس یک آیتم اد آیتم دات نیم